سلام و درود، حالا احوالتون چطور؟ امیدوارم که مثل همیشه عالی و درجه یک باشید. خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگه هم در خدمتتونم. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، اون دکمه خوشگلش رو بزنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید که از آموزش‌های جدید مطلع بشید و دیگه بزنید بریم سراغ آموزش این جلسه. خب همونطور که مستحضر هستید چقدر کلمه با کلاسی گفتم. خب همونجور که میدونید امروز قراره که ببینیم چطوری میتونیم کاور و تامنیل به سبک میاو و کوروش رو بزنیم. یه آنالیز کوچولو رو کاور بریم و سریع بریم سراغ ساختش. خب چیزی که ما به صورت عمومی میبینیم اینه که ما همیشه بیشتر مواقع 80% توی کاورها داریم دو تیف رنگ میبینیم، نه به صورت گردینت بلکه به صورت سالید کالرها، و یک تصویر مجزا یا چند تصویر مجزا به صورت حالا بیشتر آیکون مانند و وکتور آرت و یک حاشیه های سفید و الی آخر که ببینیم چطوری میتونیم سریع درستش کنیم. خیلی خوب، من برای اینکه کارمون سریعتر اتفاق بیفته اومدم عکس میا رو انتخاب کردم، کوروش هم انتخاب کردم، کراپش هم زدم. اگر کراپ زدن رو نمیدونید یه کارت این بالا میاد، بزنید روش آموزش صحیح سلکت رو حتما ببینید که یه سلکت تمیز داشته باشیم. نکته‌ای که راجع به سلکت در تصاویر میاو و کوروش هستش اینه که ما اصلا نیاز به دیتیل نداریم. یعنی چی؟ یعنی من الان این بالای مو رو کامل بعد قشنگ با یه دونه براش حالا مشکی و البته که یه خوردم هاردنس بالا شروع کنم به پاک کردن. یعنی من اینو نمیخوام. دلیلش رو در جلوتر بهتون میگم. پس یک کراپ تقریبا خشک ما داریم. خشک. در مورد عکس میام همینطور. اوکی، اینجای سرش ذره خراب شد. خیلی خوب، توی سلکتن ماسکشم که من میرم و با استفاده از کنتراست این لبه ها رو قشنگ تیز میکنم. یعنی واقعا اینا رو نمیخوام، حتی یه خوردم از شیفتهش کمک میگیرم که قشنگ صاف بشه. میگم اینو دلیلشو در جلوتر بهتون میگم، فعلا سوالتون رو پیش خودتون نگه دارید و ذهنتون رو درگیر نکنید. با کوروش هم همین کارو میکنم، با قشنگ شیفتش کنتراستش هم بره اون بالا ماله ها و اوکیه. خیلی خوب، تو مرحله بعد من باید دوتا سالید کالر در پشت میاو و کوروش ایجاد کنم. من از رنگ های بنفش و زرد میخوام کمک بگیرم، دو رنگی که به هم میان. شما هم میتونید از سالید کالر کمک بگیرید که حالا یه همچین حالتی داشته باشه، اما پیشنهاد بهتر من اینه که شما بیاید سراغ شیپ ها و از رکتنگل تولز کمک بگیرید. من برای میارنگ زرد رو انتخاب میکنم به این شکل. میخوردم میارو شاید بزرگترش کنم. خیلی کوچول موچول افتاده بچه اینجا. و برای کوروش هم باز دوباره در زیر لایه هام از یک شیپ با رنگ اول بکشمش، با رنگ بنفش. حالا میتونه این بنفشه خورده تیره تر هم باش انتخاب میکنم و اوکی. خب اونجا که بهتون گفتم سوالتون رو پیش خودتون نگه دارید، دقیقا همینجاست. من کوروش هم یه ذره بزرگترش کنم. اگر در کاورهای میاد قد کرده باشید، دور سوژه هامون ما یک حاشیه سفیدی داریم. اوکی، ما اگر بخوایم الان این حرکت رو بزنیم، اولا که باید لایه هامون رو ماسکش رو حذف بکنیم، یا بهتر بگم اپلایشون بکنیم. اگر لایه‌تون سمارت آبجکت بود خارج بکنید که توی این موضوع اختلال ایجاد نکنه، و یک کلیک راست و گزینه بلندینگ آپشن یا یه دوبار کلیک روی به اصطلاح لایه‌تون و وارد شدن به این قسمت، دنبال گزینه استروک بگردید. اگر اینجا نبود این پایین روی افیکس بزنید، استروک رو انتخاب کنید و رنگش رو اینجا من میذارم سفید. اوکی میکنم، پوزیشنش رو میذارم روی حالت آوتساید و از اینجا هم که ضخامتش رو تعیین میکنم. نگاه کنید، اگر سوژه‌تون داره دیتیل باشه، یعنی هر چقدر که سوژه‌تون پستی بلندی داشته باشه، تو این استروکتون هم اتفاق میفته و باعث میشه که یه استروک تمیزی نداشته باشید که تو خود کاورای میا این خیلی وقتها قابل مشاهده هست که باید حتما اصلاح بشه. همین کارو برای کوروش هم میکنم. دوباره استروک دیگه، چون تنظیمات گذشته رو داریم اینجا خودش برامون ایجاد میکنه. نگاه کنید دقیقا الان موی کوروش به خاطر اینکه یه ذره دیتیل داشت این اتفاق براش
افتاد. خب برای اینکه کارمون یه خورده جلوه بگیره، من میام در زیر سوژه هام یک لایه جدید ایجاد میکنم، مودش هم میذارم روی حالت اورلی، براش هم رو ور میدارم، قشنگ بزرگش میکنم و هاردنسش هم میذارم روی صفر، اگر لازم بود بزرگتر میکنمش، رنگش رو میذارم روی رنگ سفید و پشت سوژه هام یه کلیک اینجوری میزنم. این باعث میشه که یه خورده سوژه هامون حالت بولدتری پیدا بکنه و خودشون رو بهتر نشون بدن. اینم از این قسمت. چیز دیگه ای که در حالا کاورهای میا خیلی ما داریم میبینیم، استفاده کردن از عموماً یک شیپ خاص، یک آیکون خاص و اینجور چیز هست. من به عنوان مثال یه دونه پرتغال پیدا کردم و در روی لایه سوژه هم باید قرار بدم، کنترل تی میزنم که اینو قشنگ کوچیکش کنم. خب من پرتغال رو میدم به کوروش، این برای کوروش باشه. برای میا یه چیز خیلی خفن پیدا کردم، این نمیدونم شیه سم خاصیه که نمیدونم شیه، بذارید اول من اینو ببندم. نه واقعا از قصد نبوده، من فقط داشتم سرچ میکردم، همینا به دستم رسید دیگه، بیشتر از این نتونستم از چیزی کمک بگیرم. خب اینم بدیم به میا، چون میا خیلی داره میخنده من اینو دادم بهش، نگید ظلم کردی فلان کردی، اجحاف در حقش، در حقش اجحاف کردی، نه به اون اول ویدیو که مستحضر هستید، نه به اینجایی کلن اشتباه میزنم. خب ما میتونیم دور حتی اینها هم از استوریک استفاده کنیم، اما مثلا پیشنهاد من چیه، اینه که شما رنگشو بید دقیقا بذارید رنگ تضاد اینور یا حداقل رنگ همخون اینور اگر میخواید استفاده بکنید، که من استفاده نمی کنم. خب بریم سراغ شیپ هامون، کاستوم شیپمون، و بپردازیم به این همه شیپ خفنی که داریم. اگر نمیدونید این همه شیپ من از کجا آوردم، حتما آموزشی که الان باز دوباره اینجا کاردش میاد رو ببینید، یا یه خورده ممکنه عقب جلوتر براتون اومده باشه، میراث فتوشاپ رو حتما ببینید که داستانش چیه. من اگر بتونم از اینجا پیدا بکنم خیلی خوبه، مثلا اینکه شهر، من نیاز دارم به سری آیکون، مشالم انقدر زیاده که آدم گمش میکنه. خب بعد از گشتن‌های فراوان در قسمت Legacy Default Shape، من اینجا پیداش کردم، یه دونه تیک میخوام که این تیک رو اینطوری قشنگ میارم بزرگش میکنم، رنگش رو میذارم یه رنگ سبز جنگل منگیل، خورده اینجوری یه نمورم روشن‌تر به اینجا خودش رو نشون بده، و قسمت استروکش هم فعال میکنم 100%، و باز هم رنگ سفید استفاده میکنم، یه زخامت خوبی هم بهش میدم، یه خورده احساس کنم سبزم زیادی کم رنگه، اینم زیادی پر رنگه، بذاره کمک بگیریم. حله خوبه، بریم دیگه اینو بذاریم اینجا، برای میا رو نباید بخوره، پس دوباره میریم توی همین لگسیمون، این بار از ممنوع استفاده میکنیم، قطعا ممنوع باید قرمز باشه، بالای سوژمون دلال ایجاد نکند، رنگشو میذاریم یه قرمز خوشگل. اوه دوتا شیپمون با هم یکی شد. بچه حواستون باشه زمانی که روی یک شیپ هستید مجددا رو همون نرید آیکونتون رو بزنید، چون با هم دیگه قراقاتی میشن. اوکیه، این هم ممنوع، رنگش هم میذارم قرمز، یه استروک کوچیکی هم بهش بدیم، یه خوردم سفید و خوبه، این هم میذاریم اینجا، این هم میذاریم اینجا. خب حالا نوبتی هم که باشه نوبت زدن تیترمونه، که دیگه اینو مشالله همه تون بهش وارد هستید. برای زدن تیتر بچه ها حتما حواستون به این نکته باشه که اولا عموما میا، حالا اگه میخواید دقیقا به همین سبک کار کنید، یه کادر میکشه، کادرش هم کلن مربع یعنی زل نداره، استروک نداره، عموما یک رنگ خونسا مثل رنگ سفیده، و لبه هاش هم کلن تیزه. اوکی، تنها اتفاقی که میافته بعضی وقتا اینه که یه کنترل تی میزنه روش، یه کلیک راست گزینه دیستورت رو انتخاب میکنه و یه کوچولو مثلا به اینجاها یه فرم این مدلی میده. اوکیه؟ خب حالا بیایم متنمون رو بنویسیم. از اول فونتشو من انتخاب کنم، یه فونت بولد خفن مثلا مثل بینما،
سایزش هم درست کنیم، بعد بزنیم مثلا این چی بود، 300 دنبال فونت بودم، آخر سرم اینطوری شد، خودش چون انگلیسی شد ساپورت نکرد، تغییر کرد. مشکلی نیست، از این فونت استفاده میکنیم. فونت خوبی هم هست، آیار سینا هستش، فونت سیناه که حالا یه آیار اولش عموماً میزنن. بعد میاد این قشنگ متن رو اینطوری بزرگ میکنه، بعد برای اینکه این لبه هاش هم با خود این قسمت ترکیب بشه دوباره میاد چیکار میکنه، یه دابل کلیک قسمت استروک و اوکی، همین، به همین سادگی. و اگر الان نگاه بخواید بکنید ببینید که دقیقا این اتفاق افتاده است. من اینجا کار یه نکته رو بگم بچه ها، آموزشی که برای کاور بعدی در نظر گرفتم آموزش طراحی کاور به سبک فرشاد سایلنت که میدونم خیلی طرفدار داره، اما خب طبق رسم همیشگیمون 100 نفر اگر کامنت بذارن و بدونم که واقعا دوست دارید که اون آموزش ساخته بشود، حتما حتما این کارو میکنم. البته که کاورش و طراحیش و همه چیش آماده است، من فقط آموزشش رو باید براتون ضبط بکنم و قرار بدم. پس اگر دوست دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. 100 نفر، نه 100 تا بچه‌ها، بازم میگم 100 نفر اگر کامنت بذارن ما آموزش کاور فرشاد سایلنت هم میذاریم. خیلی خوب، بریم برای دیگه نهایی کردن کار. کارو چطوری ما نهایی میکنیم؟ اینه که یه دونه لایه من باید بسازم، آلتو نگه میدارم همینطوری دستمو، یه کلیک میکنم روی نیو لایر، اسمش هم هر چی خواستید بذارید، من اصلا میذارم این مودش رو حتما بذارید روی حالت اوورلی و گزینه فیل وید اوورلی نیترال کالر 50% گری رو هم 50%. این یعنی فاجعه ترین اتفاقیه که ایرانی ها میتونن رقم بزنن، کل متن انگلیسی بخونن مثلا 50% بشه 50%. خب اوکی، یه لایه خاکستری برامون ایجاد میکنه. ابزارهای داج و برن رو من میتونم انتخاب بکنم و بیام اینجاها رو مثلا یه خورده اینطوری کنم، خورده اینطوری گوشه صورت میا، و حالا با ابزار داج اینجاها رو یه خورده عوضش روشن بکنم، اکسپوژرش خیلی زیاده، یه همچین حالتی. حالا من بیدقت دارم انجام میدم، لطفا شما اینقدر بیدقت نباشید، قشنگ وقت بذارید. و در نهایت کار هم مجددا من یه برن ور میدارم دوباره یه خورده روی این قسمت ها. خیلی باید با دقت باشید و بچه، من دارم اینجا همینطوری سرسری میزنم، حتی از اسم لایه که ساختم هم سرسری تر. و در نهایت کنترل آل شیفت ای و رفتن به سوی کامرا را فیلتر که فکر کنم الان اندازه کله من باز بشه سایزش، چون فول اسکرینه، امیدوارم که البته خودش یه ریسایز کوچولویی بکنه. بله همطور که دیدید ترکید، کوچیکش کنم. تنظیماتو فکر کنم دیگه به خوبی دارید میبینید بیشتر دیگه، این تهشه دیگه. خب هرچی لازم باشه اینجا بهتون نشون میدم. من یه خورده روی اکسپوژرش کار میکنم، روی کنتراست قطعا کار میکنم، حتما حتما به قسمت کالیبریشن ها میرم و اینجا رو یه خورده رنگشو بازی میکنم باهاش که توی رنگ پوست ما یه خورده حالت بهتری داشته باشیم و اون حالت خوبش رو حفظ بکنه. حالا توی بکراندتون اگرم تغییری ایجاد میشه، حداقلش اینه که رنگاش همسانن، یعنی اتفاقی نمیفته. اگرم که به صورت مجزا خواستید کاری بکنید، قسمت کالر میکسر اینجا رو میتونید یه خورده تنظیماتش رو دستکاری کنید، سچوریشن مثلا نارنجی رو کم رنگ، با رنگ ایره روشن، یا هر کار دیگه بکنید و اوکی کنید و خلاصه به یه نتیجه شبیه به کاورهای میا برسید. خلاصه که امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. لایک فراموش نشه بچه‌ها، کامنت حتما بذارید. آموزش فرشاد دقیقاً هفته دیگه همین موقع اگر کامنت ها به 100 تا برسه خواهم گذاشت و خیلی دوستتون دارم، خیلی زیادتر و به خدای بزرگ میسپارمتون. تا آموزش بعدی، خدایا رو نگهدارتون باشه.